در حالی که طالبان در سال جاری حملات خود را افزایش داده بودند روزنامه گاردین بریتانیایی گزارش می بنابر افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات طالبان تمویل کننده های طالبان از کمک مالی با این گروه دست کشیدند مولا رحمت الله کاکازاده دیپلمات بلندپایه رژیم طالبان بر روزنامه گاردین گفته است با آن که طالبان در یک سال گذشته در میدان نبرد پیشرفت های دراماتیکی داشتند اما طالبان از لحاظ مالی با گذشت هر روز ضعیف می شوند. طالبان از لحاظ مالی با گذشت هر روز ضعیف می شوند. باید گفت تنبیل کنندگان طالبان دیگر نمی خواهند بالای فعالیت هایی که منجر به قتل و کودکان می شود پولشان را مصرف کند که این موضوع با نگرانی شدید رهبری طالبان مواجه شده است. بر اساس گزارش گاردین طالبان از دیر زمان به این سو از طرفدارانشان در منطقه به شمول افغانهای ثروتمند و تاجران عرب پول دریافت کردند اما در گزارش گفته شده است حالا طالبان از لحاظ مالی به حد ضعیف شدند که دیگر قادر به پرداخت هزینه تداوی افراد زخمی این گروه در شفاخانه های خصوصی پاکستان نیستند شماری از فرماندهان طالبان که نامهایشان در گزارش افشا نشده سخنان کاکازاده در مورد مواجه شدن طالبان به مشکلات مالی را نی... تایید کردند. منابع مالی طالبان برای نخستین بار در سال گذشته میلادی پس از اعلام مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان کاهش یافت اما هلمن یکی از منابع مالی طالبان در جنوب افغانستان است جایی که زیاد کوکنار کشت می شود و ما بودجه ما را از این طریق تامین کرده می توانیم. ولی این منبع مالی طالبان هم به خاطر اختلافات درونی این گروه ضعیف شده است بر اساس گزارش ها کشته شدن ملا اختر محمد منصور جانشین ملا محمد عمر در یک حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی نیز با کاهش یافتن منابع مالی طالبان کمک کرد زیرا منصور با تاجران روابط خوب داشت و کمک مالی جمعوری می کرد منابع طالبان گفتند ملا ابراهیم صدر مسئول شورای نظامی طالبان در هلمند در یک نامه به شورای کویته نوشته است که شما در پاکستان آرام هستید باید این شورا به هلمند منتقل شود بر اساس گزارش ملا حیبتالله رهبر طالبان در تابستان گذشته پس از آن با ملا ابراهیم صدر دچار اختلاف شد که صدر از فرستادن پول به شورای کویته خودداری ورزید